قهرمان تیراندازی های اتاوا روز پنجشنبه مورد تقدیر نمایندگان مجلس فدرال کانادا قرار گرفت. این قهرمان کسی نبود جز کوین ویکرز، رئیس امنیت پارلمان که عامل تیراندازی های روز چهارشنبه را از پای در آورد. نمایندگان پارلمان ضمن ادای احترام به سرباز تشریفاتی که در جریان تیراندازی های دیروز کشته شد، مراتب همدردی خود را با خانواده او ابراز کردند. پس از آن نمایندگان حمایت خود را از استفن هارپر، نخست وزیر کانادا در مبارزه با تروریسم اعلام کردند. نخست وزیر کانادا ضمن محکوم کردن حادثه روز چهارشنبه، هدف آن را هراس افکنی در جامعه خواند و بار دیگر گفت کانادا مرعوب تحریکاتی از این دست نمی شود. آقای هارپر افزود ما نسبت به حوادث مشابه هوشیار خواهیم بود، اما هراسی از آن نخواهیم داشت. ما محتاط خواهیم بود اما مرعوب نمی شویم. دولت و پارلمان به وظیفه خود در برقراری امنیت و آرامش ادامه خواهند داد. نخست وزیر کانادا همچنین وعده داد که دولتش در مبارزه با تروریسم تلاش‌های خود را دوچندان خواهد کرد. او از پارلمان خواست تا به منظور برقراری امنیت اختیارات بیشتری به نیروهای امنیتی واگذار شود.